بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام بی پایان به مولای مهربانمون و با آرزوی ظهور مبارک و موفور سرور اون حضرت و با سلام به حضور بینندگان عزیز، ایامی که متعلق به امام صادق علیه السلام هست، سپاسگزاریم از درگاه خداوند متعال که توفیق داده در این برنامه بخشی از آموزه‌های اخلاقی رو در مکتب امام صادق علیه السلام به بهانه این ایامی که به اون حضرت متعلق هست در حضور عزیزان بیننده باشیم و اینها رو با هم مرور کنیم. نگاه بسیار کوتاه هست. ما تقاضا داریم که عزیزان در این رابطه که واقعاً نقش بسیار مهم و حیاتی در زندگی اینها و سعادت و نیکبختی اونها و خانوادهشون ایفا میکنه، قطعا خودشون پیگیری کنن کتابهایی که در این رابطه نوشته شده، روایات بسیار زیبایی که از ائمه معصومین به خصوص از امام صادق علیه السلام رسیده، حتما اینها رو مرور کنن و در زندگیشون اینها رو به فرزندان خودشون و به کسانی که اونها رو دوست دارن و دغدغه سعادت اونها و موفقیت اونها رو دارن، حتما اینها رو با هم مرور کنن، بخوانن این کتابهایی که واقعا نور هستند و نورانیت ایجاد میکنن، تا این در این دنیای وانفسا که قطعا میتوان گفت نزدیکی های ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف طبق سفارشات که ائمه معصومین علیهم السلام و به خصوص هم در مکتب امام صادق علیه السلام داریم، تمام اون فضائل اخلاقی کنار زده میشه و شیطان قدرت خودشو و اون قدرت پوشالی خودشو به جایی میرسانه که رذایل اخلاقی رو در جوامع حاکم میکنه و در واقع اکثریت انسانها از این فضائل دور میشوند، که این خود محسوس است و کسانی که اندک دلسوزی دارند و اندک آگاهی دارند و میاندیشند و به جوامع نگاه میکنند، میبینند که وضع جوامع بشری امروزه به کجا رسیده و به کجا میخواهد برسه و بکشه. در این باره حیا عرض کردیم که مکتب امام صادق علیه السلام روایات و راهکارهای بسیار زیبایی رو در اختیار ما قرار داده و این خودش مطلبی است که جا دارد هر انسانی که تشکیل خانواده میده اینو از آغازین روزهای زندگی خودش در زندگی خودش داشته باشه و به نسل خودش اینو منتقل کنه، تا یک نسل با حیا و با عفت از هر جهت و یک نسل موفق. کسی که با حیا و با عفت هم باشه، میدونیم که چون این فردی هم در زندگی دنیایی خودش بهره فراوان میبره، یعنی یک انسانی است که به قول امروزی ها مفید برای جامعه هست، یک سربار نیست، یک فردی نیست که جامعه اونو طرد کنه، واقعا شرمش بشه که طرف، حتی در امور مادی هم همین گونه هست. کسانی که انسانهای با حیا هستن، اینا دنبال ولو علم و دانش و صنایع مادی هستن، دنبال اونا رو پیگیری میکنن، دنبال میکنن، حداقل در زندگی خودشون هم اگر آنگونه به خداوند متعال ایمان هم نداشته باشن و ضرری به دیگران نرسانن، یه کارهای مفیدی از اینها سر میزنه، یه کشفیاتی، یه اختراعاتی، یک علمی، خلاصه یک اندیشه‌ای که مضر به انسان نباشه از اینها سر میزنه، یه خدمات اجتماعی اینا انجام میدن. اینا هم بازم ما وقتی بررسی میکنیم در همه جوامع کسانی هستن که اگر از اونها خدماتی سر میزنه، انسانهایی هستن که اندک حیایی حداقل دارن و اندک ایمانی رو، که گرچه این ایمان فقط در این دنیا شاید این باوری است که فقط به این دنیا، به درد این دنیاشون میخوره، چون اون ایمان کامل اگر نشه انسان نمیتونه با این علم ظاهری به خداوند متعال به بهشت برین نائل بشه. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، در وصف
کفر ورزان و کافران می‌فرماید، اینها ظاهری از جلوه از زندگی دنیا رو اینا می‌دانند و علم و آگاهی دارند و هم عن الاخرت غافلون، اما اینها ورای این دنیا که جهان دیگری هست که در واقع این دنیا معبر و عبورگاهی است برای اون دنیا، از این اینها در غفلت هستند، نه که نمیدانند. بازم تعبیر به عدم علم و آگاهی نیست، چون خداوند متعال فطرتاً این آگاهی رو در وجود انسان قرار داده، اما عده بسیاری از انسان‌ها خودشون رو به غفلت میزنن، به خواب و بیخبری میزنن، به خودشون در مسیر شیطانی قرار میگیرن و گول شیطان رو میخورن و تابع گام‌های در واقع فریبندی شیطان میشوند و این دنیاشون رو اونگونه که باید و شایسته است نمیتونن پیش ببرن و پیشرفت کامل برسن و آخرت خودشون هم از بین میبرن. لذا امام صادق علیه السلام در روایت نورانی دیگری که باز هم قابل توجه هست، عبدالله ابن سنان این حدیث رو نقل میکنه، شیخ بزرگوار و محدث عالی قدر، اینو شیخ صدوق در امالی خودش صفحه 391 نقل کرده. حدیث بسیار قابل توجه است و چند تا موارد اخلاقی و شاکلیدهای هدایت و تربیت انسانی رو در اینجا حضرت بیان فرمودن و حتی اشاره فرمودن که کسانی که این ویژگی ها رو نداشته باشن، در واقع بهره و لذتی هم از این دنیا نمیتونن آنگونه که خداوند در وجود انسان قرار داده ببرن. میفرماید خمسون من لم تکن فیه لم یکن فیه کثیرون مستمتع. کاش میشد پرزنم تا کوی دوست، کاش میشد پرزنم تا کوی دوست، روز و شب دل با غمش در گفت و گوست، روز و شب دل با غمش در گفت و گوست. مذهب عشاق بی دل جعفریست، مذهب عشاق بی دل جعفریست، مسلک ما تا قیامت حیدریست، مسلک ما تا قیامت حیدریست، مذهب عشاق بی دل جعفریست، مسلک ما تا قیامت حیدریست. جعفریم جعفریم تا به ابد حیدریم. حضرت می فرماید پنج ویژگی هست، پنج موضوع هست که و پنج مورده که هر کس این پنج مورد رو نداشته باشه، اگر در وجود خودش احساس نکنه یا وارد وجود خودش نکنه، اینا رو نداشته باشه، چون این فردی لم یکن فیه کثیر مستمتع، بهره زیادی از زندگی خودش نمیتونه ببره. وقتی کسی خودش از زندگی خودش بهره نبره، یقینا عزیزان میدونن که به دیگران هم نمیتونه بهره برسانه. کسی که خودش فقیر باشه، خب چگونه میتونه به کسان دیگری که کمک مالی داشته باشه؟ کسی که خودش اخلاق خوبی نداره، چگونه میتونه با رفتار و اخلاقش دیگرانو خرسند و خوشحال کنه؟ کسی که خودش علم نداشته باشه، چگونه میتونه از علم خودش به دیگران برسونه و اونا رو بهره‌مند بکنه؟ پس کسانی که خودشون نمیتونن از زندگی خوب بهره ببرن، اینا به واقع به دیگرانن نمیتونن بهره برسانن. اگر پدر باشه، چون پدری به فرزندانش نمیتونه بهره برسونه، اگر مادر باشه هاکذا، و اگر فرزند باشه همینجوری، میشن در واقع یک انسانهای بی بهره و افرادی که اینها هیچ ثمری در دنیا و زندگی خودشون ندارن. قیل ما هن یا ابن رسول الله، از حضرتش پرسیدن ای فرزند رسول خدا، این پنج چیزی که اگر کسی نداشته باشه، اینها رو، این بهره‌ای در وجودش نیست و بهره زیادی از عمرش نمیتونه و از زندگیش ببره، باز هم قابل توجهه. شاید برخی بگن که خب فلانی بهره داره اما 10%. حضرت فرمود بهره زیاد،
یعنی اونگونه که خیلی ها از او بهره ببرند، استفاده کنند، از مالش، از علمش، از اون فکر و اندیشه زیباش، از رفتارش، یعنی اثرگذار مثبت در جامعه‌ای که زندگی میکنه داشته باشه. چون این فرد میگه و الا هر انسانی که پا به عرصه وجود میذاره، ما میبینیم برخی سوالم میکنم، میگم فلانی جنایتکار بود، در این جنایاتش هم یه کاری سری کارهای خوبی هم از او سر زده بود. این طبیعی کاره، نمیشه اینو به عنوان نمره مثبت به او قلم داد کرد. اون چی که مهمه همه میانگین رفتارش خوب باشه، و الا آدم های خوب هم گاهی ازشون خطا سر میزنه و آدم های بد هم گاهی کارهای خوب از اونها دیده شده و دیده میشود. رضا حضرت میفرماید لم یکن فیه کثیر مستمتع، اون بهره فراوانی که از انسانهای خوب و از انسانهای اندیشمند و از انسانهای پاک انسان انتظار داره، از چنین فردی چنین انتظار نیست. گفته شد ای فرزند رسول خدا، این پنج مورد و این پنج موضوعی که شما میفرمایید که این گونه هست چیست؟ حضرت فرمود قال الدین والعقل والحیا و حسن الخلق و حسن الادب. حضرت اینجا از کمالات اخلاقی رو با موارد اعتقادی هم کنار هم قرار داده، به لحاظ اهمیت اینها و اینا اینکه کنار هم هستن، واقع در واقع مفسر هم هستن و اینا از هم جدا نمیشن. میفرمایید اولی این دینه، یعنی یک فرد بدون دین نمیتونه انسان زندگی کنه، یعنی نمیتونه لا مذهب و لا دین باشه، به اینکه من فرق نمیکنه، حالا عیسوی باشه عیسوی هستم، موسوی باشه موسوی هستم، یعنی این هویت نداره. چون این فردی چطور که انسان بدون اسم نمیتونه زندگی کنه، بدون شخص نمیتونه زندگی کنه، باید شخصیت اون شکل خاص خودش نشون دهنده هویت یک انسان است. دین شناسنامه انسانه، دین هویت انسان نشون میده. آقا کجایی هستی؟ وقتی مشخص میکنه در کجای کره خاکی زندگی میکنه، اندیشت چیه؟ آیا مسلمان هستی؟ مسیحی هستی؟ یهودی هستی؟ به کدوم مکتب الهی وابسته یا به یه وابستگی پذیرفته یک مکتب بشری هستی؟ و از طرف دیگر شیعه هستی؟ چگونه به این پایبند هستی؟ پس اولیش اون چی که هویت انسان رو نشون میده و انسان میتونه از هویت خودش دفاع کنه و اونو در وجود خودش به رخ دیگران بکشه و افتخار کنه به اون اندیشه‌ای که داره، چرا که در نهاد انسان کمال جویی است و انسان در انتخاب آیین هم میخواد اون برترین آیین و برترین اندیشه و بهترین رو انتخاب کنه. لذا انتخاب میکنه، هر کس با دید خودش بهترین دین رو انتخاب میکنه. حضرت میفرماید دین، انسان باید یک دینی داشته باشه تا از وجودش دیگران بتونن بهره‌های کافی و وافی ببرن. والعقل، خرد، یکی هم عقل انسانی، کسی که انسانی که عقل نداشته باشه بازم جزء انسان‌هاییست که اینها واقعا قابل این هستن که از اینها مواظبت بشه و باید اینها در یک محدوده خاصی، در یک مکان خاصی باید از اینها به اصطلاح پرستاری بشه. چون انسانی که عقل نداره خب نمیفهمه چه کاری رو انجام میده، خوب و بد خودش رو تشخیص نمیده. سومین موردش که مورد بحث ما هم هست میفرماید والحیا، کسی که حیا نداشته باشه. عرض کردیم اینا کنار هم هستن. کسی که دین حقیقی رو داشته باشه، اون دین واقعی انسانو با همین آموزه اخلاقی و کمالی هم آشنا میکنه که حیا باشه. کسی که دین داشته باشه یعنی طبق عقلش در واقع این دین رو انتخاب کرده، عقلش اینو راهنمایی کرده که در برابر آفریدگارش باید کرنش کنه و باید شکر نعمت الهی رو به جا بیاره. شکر نعمت چجوری میشه؟ اینکه انسان یک دین الهی رو بپذیره، اون دینی که در پیشگاه خداوند متعال مورد پذیرش هست و پذیرفته شده است. ان الدین عند الله الاسلام، قرآن کریم میفرماید. همه ادیان رو که هستن ادیان الهی و اینا توسط پیامبران از طرف خداوند متعال اومده، اما در دوره آخرالزمان آخرین دینی که مورد توجه خداوند متعال بوده و کامل ترین دین هست همون دین اسلام هست.
اون ادیان قبلی همه اینها دین اسلام را خودشون معرفی کردن و خودشون گفتن بعد از ما دینی که مورد پذیرش خداوند متعال دین اسلامه، در واقع نسخ شدن و تاریخ مصرف اونها به پایان رسیده. باید دین اسلام یک نفر به پذیر از جهت دین. پس حیا هم جزء مواردی است که انسان اگر اونو در زندگی خودش به کار ببره، بهره فراوانی نسبت به اطرافیانش داره و خودش لذت و بهره فراوان از زندگی میبره. و مورد دیگر حسن خلقه و مورد دیگر حسن ادبی که در این زمینه ها هم سخن خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.